خیر خب، این دومین جلسه ای هست که به این ترتیب در خدمتتونیم. در جلسه قبل من اون یادآوری هایی که از معادلات ماکسول و الکترومغناطیس لازم داشتیم خدمتتون ارائه کردم. تو این جلسه حالا سعی میکنم که توضیح کنم که چرا یک مدل مداری دیستریبیوتد برای خط انتقال ممکن هست و پارامترش از کجا محاسبه میشه. ما خط انتقالمون رو برای که ساده بشه و بتونیم تحلیل کنیم تو این شرایط یه سری فرضایی راجبش انجام میدیم. فرض کنید که حالا مسیر رفت و برگشت جریانم و اسم های 1 و 2 بذارم مشابه این کاری که اینجا کردم و سطح مقطع سیمم در صفحه اکس وای باشه و سیم ها در جهت زی در واقع اکستند شده باشن. هیچ شکل خاصی راجع به سطح مقطع سیم ها فرض نکردیم، میتونن دل بخواه باشن. فعلا یک زوج سیم دارم، یک مسیر رفت دارم و یک مسیر برگشت دارم. بعدا میشه تعمیمش داد به N دست سیم، از این لحاظ مشکلی نیست. ولی فرضامون ایناست. اولا اینکه در جهت C یونیفورمیتی داریم، در واقع این مثل اینکه بگم مثلا در واقع تقارن دو بعدی داره، میشه مثلا کاهش داد به یک مسئله دو بعدی، هرچند که جهت انتشار یا جهت ببخشید درست تر بگم انتقال جریان در جهت زی هست، برای همین نمیشه جهت زی رو حذف کرد. فرض دوم اینه که هادی ایدال، به این معنی محیطی که هدایت رو برام انجام میده یک ماده هادی هست که کاندکتیویتی بی اندازه بزرگ داره، یا به بعد دیگه رزیستیویتی این هادیم بی نهایت کوچیکه. این فرض دومی هست که انجام بدیم. این فرض دوم باید انجام بدیم تا بتونیم حداقل فرض سوم انجام بدیم. یه توضیحی راجع به این میدم جلوتر. فرض سوم اون فرض اینه که مد انتشاری امواج الکترومغناطیس مد تی ام هست، یا به بار دیگه میدان الکتریکی و مغناطیسیمون هیچ معرفه ای در راستای زی ندارن. دقت کنید که اگر میدان الکتریکی، چون میدان الکتریکی باندری کاندیشن رو راجع به میدان الکتریکی مغناطیسی من در جلسه قبل توضیح دادم، چون مؤلفه مماسی میدان الکتریکی پیوسته است، اگر بگم که میدان الکتریکی بیرون سیم ندارم، هم از اینی که بگم میدان الکتریکی درون سیم ندارم در راستای زی، و اگر میدان الکتریکی در راستای زی درون سیم نداشته باشیم، به این معنیه که در واقع چگالی جریان الکتریکی در راستای زی نداریم. ولی ما این مشکل حل کردیم با این توجیه که در واقع کاندکتیویتیمون بی نهایت بزرگه و با یک میدان الکتریکی صفر در راستای زی هم میشه جریان الکتریکی در راستای زی داشت. در واقع من یک ضرب صفر در بی‌نهایت دارم که حالا میتونه کمیت غیر صفری بشه. گفتم این فرض دو رو برای رسیدن به فرض سه لازم داریم، خودش ذاتاً جلوتر میبینید که برامون کاری انجام نمیده. و حالا اینکه هادیمون پرفکته کافی نیست، فرض میکنیم که این فضای بین دوتا هادیمون هم با یک دایلکتریک پرفکت پر شده. باز پرفکت دایلکتریک به معنیه که هیچ لاسه، هیچ تلف دایلکتریک چه به صورت الکتریکی چه به صورت مغناطیسی دایلکتریکمون نداره و فضای آزاد رو بار الکتریکی در این دایلکتریک و J صفر فرض میشه. این هم عرض این که بگم پرفکت دایلکتریک نیست، ولی هر دوی این فرضا رو دارم انجام میدم. در واقع میشد یک فرض
6 5 اینجا اضافه کنیم که رو 0 جی 0 رو جدا از این کنیم. میدان الکتریکی و مغناطیسی که به صورت وکتور میتونم بیان کنم، میتونم مؤلفه های x y z بگم، در دستگاه دکارتی بنویسم. دو تا مؤلفه که در صفحه x y هستن بهش میگم میدان ترانسورس، و مؤلفه که تو راستای z هست بهش میگم میدان لانجیتودینال، و به این دو تا کامپوننت تقسیمش میکنم. در واقع این میدانم رو اینجوری نوشتم و این دوتا رو با رنگ نارنجی می نویسم. صفحه اکس وای هم نارنجی اختیار میکنم و اون بردارهایی که تو راستای زی هست و آبی می نویسم. اینو سعی میکنم که در سلایت های بعدی اونجایی که مهمه جهت ها چه جهتی هستن همین قانون رو رعایت کنم، قانون رنگی نارنجی و آبی برای مؤلفه های ترانسورس و لانجیتودینال. خیلی من نمیدونم چرا این معادلات اینجوری نشون داده میشه، اگه کسی میدونه چرا من باید حتما موس رو ببرم روشون تا اینا بیان. معادلات ماکسول رو دوباره برای یادآوری این گوشه صفحه می نویسم و تا پایان اسلاید ها اینو نگه میدارم برای که تو ذهنتون باشه. و من میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و بردار گرادیانم رو توی این دو در صفحه ایکس وای در واقع ترانسورس و لانجیتودینال در راستای زی تقسیم کردم. اندیس تی و زی هم به همین معنیه. فرض کنید معادله یکی که اینجا داریم، معادله در واقع قانون آمپر رو، من با در نظر گرفتنی که این بردارها در صفحه ایکس وای و صفحه عمود بر ایکس وای هستن رو بنویسم. این ضرب برداری باز دوباره روی جمع خاصیت پخش پذیری داره. من 4 جمله اینجا دارم خواهم داشت، این طرف اینجا هم که این میتونه پخش بشه عملگر مشتق. عملا سمت چپ و راست معادله به همچین چیزایی تبدیل میشن. دقت کنید که ببینیم هر کدوم از این ضرب ها در چه جهتی هستن، آیا لانجیتودینال هستن یا ترانسورس. اگر دو تا وکتور در صفحه ایکس وای داشته باشیم ترانسورس باشن و در هم دیگه ضرب بشن، یه وکتوری میده که بر هر دوی اینا عمودن، یعنی بر صفحه ایکس وای عموده، به این معنی ضرب اینها یک وکتوری به میده در راستای زی. این دو تا رو اگه تو هم ضرب کنیم بر راستای زی باید عمود باشه. چیزی که بر راستای زی عموده حتما در صفحه ایکس وای واقعه. اینم به خاطر این مؤلفه زی که بردار گراندیان داره دوباره باید بر زی عمود باشه، به این معنی در راستای تیه. و دو برداری که با هم موازی هستند هر دو در راستای زی هستند، اگر ضرب برداری بکنید تو هم دیگه مقدار صفر بتون میده. اینا رو هم مرتب کردیم یه جوری که اینهایی که تو راستای در صفحه ایکس وای هستن ترانسورس هستن و با هم در نظر گرفتیم و این که تو راستای زی هم جدا کردیم. به این ترتیب این معادله قانون آمپر هم تبدیل به دو معادله میشه، یکی این معادله در راستای زی و یکی این چنین معادله در صفحه ایکس وای. فعلا کاری نکردیم، اومدیم توی این معادله در واقع بس دادیم بر حسب بردارها در صفحه ایکس وای و در صفحه و در راستای عمود بر صفحه ایکس وای. یا همه جا چه درون سیم باشیم چه بیرون سیم باشیم میتونیم فرض تیه ما هم انجام بدیم. این جمله های آبی رنگی که در واقع میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی دارن حذف میشه، اینا حذف میشن و معادلات هم کوتاه‌تر و ساده تر میشه. حالا باید اینجوری کنم دوباره اینا بیاد که شما ببینینشون. اگه کسی میدونه که چرا اینجوری میشه بهم بگه که درست کنم. خیلی معادلات ماکسولمون با فرض تی ام ساده تر شده. حالا یه فرض دیگه میتونم انجام بدم که من معادلات رو فقط برای فضای آزاد بین دو تا سیم میخوام بنویسم. جلوتر میگم چرا. اگر این فرض رو هم اضافه کنیم در واقع در این محیط نه جریان
بار داریم، نه جریان الکتریکی داریم، نه بار الکتریکی داریم. به معنی این جمله صفر میشه و دو تا جمله که مربوط به جریان ها هستن هم صفر میشه و به یه سری دست معادلات حالا قرینه میرسیم. این کار رو برای معادلات ماکسول کلی انجام دادیم و دیدیم که به معادلات موج میرسیم. اینجا هم احتمالاً به همچین چیزی خواهیم رسید و با هم استدلال. خیلی خب، من اون معادلات دوباره یه بار دیگه باز نویسی کردم، اینو کوچیک این وره صفحه حفظش میکنم. هر کدوم از معادلات تو راستای زی و راستای ایکس وای، این دوتا معادلات کرل دوتا معادله میشن و معادلات دیورجانس هم که به همین شکل باقی میمونن، اسکالر بودن. این دو در راستای تی رو در نظر بگیرید، این معادله که در واقع قانون الغای فاراده در صفحه ایکس وای رو در نظر بگیرید. اگر این معادله رو اینجوری در نظر بگیرید، دل زی کراس یه تی به منفی روند بی تی به روند تی رو میده. از دو طرف این معادله یک بار دیگه من دل زی کراس میگیرم. این کار قبلا انجام دادیم، اینو باز میتونید حدس بزنید. میخوام چیکار کنم؟ از قاعده بکپ این سمت چپ معادله رو در واقع بستش میدم، سمت راست معادله هم جای این دو عملگر ضرب برداری و روند رو جابجا میکنم و معادله این شکلی به دست میاد. این در واقع بک منهای کپ، این تیکه رو دل دو مینویسیم. خلاص، این جمله صفر میشه چون ضرب نقطه ای دو تا بردار عمود بر همه، یک بردار در صفحه ایکس وای و یک بردار در راستای زی. به این ترتیب این طرف معادله دل دو میشه، شبیه اون چیزی که قبلا دیده بودیم. اینجا هم کراس پروداکت دل زی در بی تی دارم، اینو اینجا داریم و میتونیم این کراس پروداکت رو به حسب روند به روند تی میدان الکتریکی بنویسیم. به این ترتیب این طرف معادله روندو به روند تی دو میشه و این طرف معادله مشتق نسبت به زی به توان دوه. مشتق دوم مکانی با مشتق دوم زمانی نسبت داره. این یک معادله موج بهم میده، در واقع میدان الکتریکی در راستای زی مقدار صفر داشت، فرض تی اممون اون همه میدان در صفحه ایکس وای بود و این همه میدان که در صفحه ایکس وای هست از این معادله موج تبعیت میکنه. این چیزی است که باز قبلا دیدیم، اسمش رو میذارم WE wave equation میدان الکتریکی. میتونستم به جایی که از دو در صفحه ایکس وای شروع کنم، از این معادله از یک در صفحه ایکس وای شروع کنم و باز همین اقدامات رو براش اعمال کنم. به یه همچین معادله مشابهی باز برای میدان مغناطیسی در صفحه ایکس وای میرسیدیم. به این هم باز برای که بعدم بتونم صداش بزنم، معادله ویو برای میدان مغناطیسی میگم. تا اینجا نشون دادیم که میدان الکتریکی و مغناطیسی که همش در صفحه ایکس وای هستن، از این معادلات موجی که جنرالی برای یک انتشار موج امواج الکترومغناطیسی تو فضای آزاد داشتیم تبعیت میکنن. یه چیز دیگه که تو این معادلات داریم اینه که گرادیان تی کراس پروداکت در ای تی صفره. این در واقع به این دلیل که جریان اینجا ببخشید این رابطه به جریان نشه، این همیشه صفر. خیلی خب، اگر این فرض تی ما داشته باشم، این ترم صفره چون اینجا با روند به روند تی بی زی نسبت داشت و حالا اگه فرض تی امش رو اضافه کنید به معادلاتتون، همیشه کرل در صفحه ایکس وای که این کرل کامل نیست، بهتره بهش کرل نگم، بگم
گرادیان تی کراس پروداکت در ای تی به این معنی کر تو این صفحه ایکس وای اگر اسمشو بخوایم بذاریم صفره. اگر از دو طرف انتگرال داد دی اس این معادله رو بگیرم به این معنی این انتگرال گرادیان از قضیه کرل میتونم این رو کرل ای تی رو به انتگرال روی مسیر بسته ای تی دی ای رب بدم. به این معنی در فضای آزاد بین دوتا سیم که هستیم انتگرال ای داد دی ال یک مسیر بسته صفر میشه، چون انتگرال ای داد دی ال تو مسیر بسته صفر میشه در واقع یک میدان ایستاس و میشه پتانسیل الکتریکی تعریف کرد، در حالی که من میدانهای متغیر با زمان دارم اما در صفحه x y این فرض TEM به من اینو داد که توی این صفحه x y کرل ای صفره و چون کرل ای صفره من میتونم پتانسیل الکتریکی تعریف کنم. این به این معنیه که شما از هر نقطه A به هر نقطه B روی سیم 1 و 2 حرکت کنید مستقل از اینکه مسیر حرکتتون چیه اندازه انتگرال ای داد دیلتون وابسته به مسیر نیست. به این ترتیب میشه اختلاف پتانسیل بین دو سیم رو تعریف کرد. دوباره دارم تاکید میکنم میتونه فرکانس کاری این سیستممون خیلی خیلی بزرگ باشه، یعنی الان در شرایط شبه استاتیک نیستم ولی این فرض TEM به من امکان تعریف کردن پتانسیل در صفحه XY رو میده، اختلاف پتانسیل بین هر دو نقطه سیم یک و دو. قبلا معادله موج برای میدان الکتریکی رو نوشته بودیم و حالا میدونیم که برای میدان الکتریکی میتونیم پتانسیل الکتریکی تعریف کنیم. اگر از دو طرف این معادله این عملگر انتگرال در ضرب نقطه دی ال رو اضافه کنم باز دو طرف معادله مساوی هن. این به این امکان رو میده که جابجا کنم این دو عملگر خطی رو و روابط به این شکل بنویسم. هر کدوم از اینهایی که اینجا هستم میتونن اختلاف پتانسیل بین سیم 1 و 2 باشن. به این ترتیب همون معادله موجی که برای میدان الکتریکی داشتیم اینجا برای اختلاف پتانسیل بین دو تا سیم داریم. دقت کنید که این اختلاف پتانسیل بین دو سیم میتونه در مقاطع مختلف متفاوت باشه، یعنی اگر مثلا در مقطع Z1 شما این انتگرال گیری رو تو صفحه XY انجام بدید به یک VZ1 میرسید که اگر در مقطع Z2 این کار انجام بدید به یک VZ2 متفاوتی میرسید. اما باز هم خود این VZ حالا دیگه این در واقع بردار نیست ولی از همون معادله موجی که میدان اتکی و میدان مغناطیسی در صفحه XY تبعیت میکردن تبعیت میکنه، یعنی با همون سرعت داره منتشر میشه. و باز هم برای اینکه برای این معادله بتونم اس بذارم میگه معادله موجی که برای پتانسیل الکتریکی به دست آوردم. همین معادله موج رو میشه برای جریان هم به دست آورد. این دفعه از اینجا شروع میکنم و در واقع این معادله که اینجا داشتیم توش میو جی زی داشتیم، حالا چه برای داخل سیم بتونیم بنویسیم چه برای بیرون سیم، در حالت کلی این بود که اگر برای فضای بیرون سیم می نوشتم این ترم صفر بود. میتونید برگردید دو تا اسلاید قبلتر و اینو ببینید. حالت کلی یک تی این شکلی بود. اگر این معادله رو در نظر بگیریم باز از قضیه کرل میتونیم بگیم که انتگرال بیتا دیه روی یک مسیر بسته رو میتونم به انتگرال کرلش روی سطحی که اون مسیر بسته تعریف میکنه رب بدم. به این ترتیب من این مسیر بستم رو اینجا تعریف میکنم، یک مسیر بستهی که یکی از سیمها رو کامل شامل بشه، حالا میتونستم دور سیم 2 فرض کنم باز فرق نمیکرد، یک مسیر بسته در صفحه XY تصور میکنم که یعنی فرض کنید این در صفحه XY این مسیری که اینجا کشیدم و کل سیم 1 رو شامل میشه. اگر انتگرالتون اینجوری بگیرید دارید در واقع این انتگرال کرل تی بی تی رو روی این سطح
انتگرال میگیرید. بردار عمود بر سطح هم دوباره این سطح هم نشون دادم، از قاعده دست راست حالا که جهت دیلتون این اختیار کنید، میتونید بگید که بردار عمود سطحتون در راستای زی هست، در راستای مثبت زی هست یا منفی زی هست، ولی به هر حال در راستای زی. این دو تا رو در هم ضرب کنید، بتون جریانی که کل جریانی که سیم یک میده رو بهتون میده. اینجاها که مقدار صفره، فقط درون سیم مقدار غیر صفر دارید برای جریان، و از چگالی جریان روی سطح سیم که انتگرال بگیرید کل جریانی که از سیم میگذره رو بهتون میده. به این ترتیب میتونید نشون بدید که انتگرال بی دات دی ال روی این مسیر بسته جریان سیم رو داره بهتون میده. از معادله موجی که برای میدان مغناطیسی داشتیم اگر دوباره شروع کنیم و این عملگر خطی انتگرال بی دات دی ال رو دو طرف اعمال کنیم، یک رابطه خطی با میو و آی بهتون میده که به این ترتیب همین معادله‌ای که اینجا داریم و با این رابطه‌ای که این بالا نوشتم میتونم بگم که معادله موج برای جریان عبوری از سیم هم هست. باز مشابه اون چیزی که اونجا گفتیم، این انتگرال میتونید در مقاطع مختلف بگیرید، در این مقطع زی یک بگیرید یا در مقطع زی دو بگیرید، بتون جریان‌های متفاوتی در مقاطع مختلف میده. جریان‌ها یکی نیستند ولی بازم جریان از همین معادله موجی که میدان تیک مغناطیسی تبعیت می‌کردند تبعیت می‌کنه. حالا هم فعلا نشون دادیم که میشد یک جریان و ولتاژی اینجا تعریف کنم. حالا ولتاژ رو میتونستم تعریف کنم، جریان هم میتونستم به این شکل تعریف کنم. دیدید جریان ولتاژ هایی که تعریف می‌کنیم از همون معادلات موجی که برای میدان الکتریکی و مغناطیسی نوشتیم تبعیت می‌کنند. پس شاید بشه فکر کرد که من یک مداری پیشنهاد بدم که جواب اون مدار جریان ولتاژ هایی باشن که از همین معادلاتی که اینجا نوشتم تبعیت کنه. به این ترتیب من به جایی که لازم، به جایی که معادلات ماکسول رو بخوام حل کنم و به اون معادلات موج برسم، الان شاید بتونم مداری حل کنم که توش جریان ولتاژ حل کنم و جریان ولتاژ هایی که نتیجه حل معادلات ماکسول هستن رو ببینن. دنبال این هستم. خیلی خوب، اینجا باز از این معادله دو در راستای تی فرض کنید میخوام شروع کنم و ببینید این معادله یک، در واقع دو معادله است چون در صفحه x y هست، یک معادله در راستای x هست و یک معادله در راستای y هست. اگر این دو تا معادلتون رو با هم برابر قرار بدید یا کرل ای رو در صفحه کرل تی ای تی رو در صفحه x y حاصل اینو ببخشید گرادیان در راستای زیرو ضرب برداری بکنید در ای تی که خودش یک بردار میشه در راستای عمود بر زی یعنی در صفحه x y مساوی با این بی تی در صفحه x y، این اگر بس بدید به این دو رابطه میرسید. حالا قبلا دیده بودیم که وی زی رو از انتگرال گیری یه نقطه روی مثلا سیم دو میشد انتگرال بگیرم تا یه نقطه روی سیم یک و به اختلاف پتانسیل بین سیم یک و دو برسم. حالا خود این دی ال رو، دی ال چون در صفحه x y هست، میتونید به یک دی اکسی در راستای x و دی وای در راستای y تجزیه کرد. به این ترتیب این ضرب نقطه ای میشه ای اکس دی اکس به اضافه ای وای دی وای. از یه نقطه روی سیم دو تا یه نقطه روی سیم یک انتگرال گرفتیم و به اختلاف پتانسیل در این زی خاص بین سیم یک و دو رسیدیم. از دو طرف این رابطه من مشتق میگیرم و دی وی زی به دی تی رو باز عملگر مشتق و عملگر انتگرال خطی هم میتونن جا به جاشن به این ترتیب بزن. دقت کنید این دلیل این کار کردم که این دو جمله‌ای که اینجا به این ترتیب داشتیم و بتونم به مشتقهای زمانی رب بدم. اگر جایگزین کنیم از این رابطه بالا دی به دی اکس و دی اکس به دی زیرو و دی ای وای به دی زیرو به یه همچین رابطه میره. حالا دقت کنید این رابطه یعنی چی؟ من اگر با این مسیر یک به دوم من یه سطحی بسازم، یعنی فرض کنم یک
المان طول در راستای زیبش اضافه میکنم. فعلا برای که مسئله پیچیده نشه، این واحدی که در راستای زی اضافه میکنم یک میگیرم. حالا چون میدونیم که خود جریان ولتاژ ها یا میدان الکتریکی در طول داره عوض میشه، این واحد طول رو فرض کنید خیلی کوچک میگیرم، به معنی واحد مثلا یک متر نیست، ولی تو همین دستگاه خودم اجازه دارم چون بعدا میخوام این طول رو حذف کنم اینو واحد بگیرم. این کار رو انجام دادیم. حالا یک المان سطح اینجا میتونم تعریف کنم که در واقع دوباره به این سطح نارنجی که شما اینجا میبینید عموده در هر نقطه و به سمت خارجه. اگر چنین چیزی تعریف کنیم، این رابطه که اینجا نوشتم و باز میتونم بر حسب دی اس بنویسم، یعنی به هر حال این دی اس که اینجا تعریف کردم، چون در واقع این در هر نقطه این موازی صفحه در راستای زی اینو اکستند کردم، این مسیری که اینجا هست و این بردار عمود بر سطح همیشه تو صفحه ایکس وای میمونه و دی اس رو میتونم بر حسب یک چیزی در دی اکس خودش و یک چیزی در دی وای خودش بنویسم. به این ترتیب این دی وای دی اکسی که اینجا نوشتم رو میتونم بر حسب دی اس بنویسم. این عملگر روند به روندتی و انتگرال هم میتونم جابجا کنم تا رابطه اینجوری بشه، یعنی میتونم در واقع از ضرب میدان مغناطیسی در صفحه ایکس وای در بردار سطح ضرب نقطه. این ضرب نقطه ای هم چیزی بود که قبلا با شار الکتریکی تعریف کردیم، یعنی اگر این انتگرال رو بخوام توی شکل نمایش بدم، شار الکتریکی است که از این ناحیه نارنجی اینجا که تعریف کردم میگذره. دوباره دارم تاکید میکنم این طول اینوری میتونه هر چقدر دلم میخواد کوتاه باشه، یعنی واحدم رو میتونم مثلا نانومتر بگیرم، حالا هر چی فکر کنید. به این ترتیب این میشه شار واحد طول. شار واحد طول بنا به تعریف اندوکتانس میشه اندوکتانس واحد طول ضرب در جریان. شار رو میتونم رابطه L در I بنویسم. به این ترتیب اگر اندوکتانس واحد طولی بتونیم برای سیم تعریف کنیم، اندوکتانس واحد طول سیم هم شار واحد طولی هست که از بین دو تا سیم میگذره تقسیم بر جریان عبوری از سیم ها. به این ترتیب این رابطه که از اینجا شروع شد که مشتقگیری از ویزی بود شد منفی اندوکتانس واحد طول سیم ضرب در دی به دی تی جریان سیم هم در همون زی. این واحد دارم میگم اینقدر کوچیک میتونم فرض کنم که این دوتا دارن در یک زی محاسبه میشن، ولتاژ و جریان. به این ترتیب من به یک اندوکتانس واحد طول سیم رسیدم که از این رابطه اینجا تعریف شد. همین کار میتونم برای کپاسیتنس انجام بدم. دوباره این چون رابطه ما هیچ تلفی نداشتیم، اصلا اون فرض پرفکت کاندکتوری که کردیم که میتونستیم تی ام مدل کنیم در واقع هیچ لاسی نداشت. اگر بخوایم با لاس در نظر بگیم مسئله پیچیده‌تر میشه. من فقط نتایج این پیپر میگم، اینجا آماده شدیم برای اینکه بدونیم یک در واقع مدل مداری میتونه جایگزین حل معادلات ماکسول بشه و این آقای بروز تو پیپرش شرایط شبه تی ام رو بررسی کرده. شبه تی ام یعنی که اندازه میدان الکتریکی در راستای زی به مراتب خیلی کوچکتر از اندازه میدان در صفحه ایکس وای باشه و همینجور برای میدان مغناطیسی. اگر این شروط برقرار باشه بهش میگه شبه تی ام. هنوز میتونه این تقریب تی ام رو بزنه، ولی حالا باید بجز این که یک اندوکتانس سری در مسیر این مدل دیستریبیوتش داره، یک مقاومت هم در نظر بگیره بلکه بخواد تلفات سیم رو مدل کنه. اگر بخواد تلفات دایلکتریک رو مدل کنه باید یک کاندکتنسی موازی بشه با کپاسیتنس که خودش در واقع امپدانس موازی سیم اون بود. به این ترتیب جلوتر میگم که تا کجا میشه این شبه تی ام رو استفاده کرد، ولی به این ترتیب من منظوری که از این قسمت اسلاید ها داشتم این بود که ما میتونیم معادلات ماکسول رو با یک مدار
حل معادلات ماکسول رو با یک مدار معادل جایگزین کنیم. فعلا چیزی که میدونیم اینه که مدار معادل خط انتقالمون یک دیستریبیوتد RLCG هست که RL به صورت سری و CG به صورت موازی توی این المان های دیستریبیوتدمون قرار میگیرن و میتونن ولتاژ جریانی بدن که با ولتاژ جریانی که جواب معادله ماکسول هست یکی هست. یه نکته دیگه هم این بود که اصلا میتونیم ولتاژ جریان تعریف کنیم یا نه. این با اون چیزی که در اسلاید اول گفتم نشون دادم که اگر شرط TEM برقرار باشه میشه در صفحه XY ولتاژ تعریف کرد و به همین ترتیب جریان تعریف کرد. و خیلی خوب، یک بار دیگه، حالا شاید من عادت نداشتم اینجوری درس بدم ولی ممکنه یه جایی رو رد میکنم، یه جایی که توی کلاس مثلا سب میکنم سوال میپرسم و اینجا بیمعنی سوال پرسیدن، ولی به هر حال باید این شرایط رو تحمل کنیم تا بتونیم اگر بعد اید کلاس ها برقرار بشه دوباره بتونم بیام به سوال جواب های احتمالی اونجا جواب بدم. اگرم کسی میتونه بگه که چرا این چیزهایی که قاعدتا باید بیاد اینجا نمیاد بعد هی میره، اگه همچین چیزی رو بتونه توضیح بده کمک بزرگی کرده. خیلی خوب، فعلا.